سلام عرض می کنم خدمت همه دوستای عزیز امیدوارم که حال همگی خوب و خوش باشه و سالم سلامت و پر انرژی باشید بنده یوسف شیخه هستم از کانال یوتیوب دبیر آنلاین امروز می با هم زمان حال ساده رو یاد بگیریم زمان حال ساده پر تکرار ترین زمان توی انگلیسی هست و در واقع مهمترین زمان هست و خیلی توی جمله سازی ازش استفاده میشه دوستان زیادی هستن که توی قسمت کامنت ها می که ما جمله سازیمون خوب نیست و توی جمله سازی مشکل داریم این زمان رو اگه شما یاد بگیرید فرمولش رو و کاربردهاش رو یاد بگیرید خب خیلی توی جمله سازی بهتون کمک خواهد کرد با من همراه باشید دوستان عزیز قبل اینکه بخوایم سراغ آموزش بریم اگر فیلم براتون مفید بود حتما یادتون نره که لایک بزنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید که ما هم سعی کنیم فیلم های از این دست رو سریعتر و بهتر براتون تهیه کنیم پس با من همراه باشید بریم سراغ زمان حال ساده ببینیم اصلا زمان حال ساده چیه زمان حال ساده یا present simple tense توی انگلیسی خب بهش میگیم present simple کاربرد چیه زمان حال ساده برای کارهایی که به صورت عادت همیشگی در اومدن. کارهایی که هر روزه انجام میدیم یعنی هم توی گذشته انجام میدادیم هم الان انجام میدیم هم توی آینده هم اون کارها رو انجام میدیم از زمان حال ساده استفاده کنیم به عنوان مثال من میگم من هر روز مسواک میزنم خب کاریه که قبلا انجام دادم الان انجام میدم توی آینده انجام میدم این زمان حال ساده است یا مثلا میگم من هر هفته مثلا من جمعه ها میرم پارک خب جمعه میرم پارک هم جمعه های گذشته رفتم پارک هم این جمعه ای که میاد میرم پار و هم توی ماهای بعدی هم احتمالا میرم پار پس زمان حال ساده است حالا چجوری این رو میسازیم جملاتش رو توی انگلیسی چجوری باید بسازیم فرمولش اینه بچه ها میگیم فائل رو اول میاریم بعد فعل ساده فعل ساده یعنی چی؟ یعنی هیچی بهش اضافه نمی کنیم همون فعل ساده مثلا می... ما توی انگلیسی مثلا میگیم رفتن میشه گو همون گو رو میذاریم بعد اگه مفعول لازم داشته باشه مفعول میذاریم بعد قید مکان یعنی اون مکانی که توی جمله استفاده میشه و آخر سر هم قید زمان ممکن هست که شما توی جملهتون زمان نداشته باشید یا مکان بهش اشاره نشده باشه اون موقع خب اینا رو نمیذاریم ولی اگه داشته باشه ترتیبش به این شکل اول فاعل یعنی کسی که کار رو انجام میده مثلا میگم من میرم خب من فاعل هستم بعد فعل بعد مفعول بعد قید مکان بعد قید زمان به عنوان مثال I see him in the class every خب ببینید میگم من هر روز اون رو تو کلاس میبینم من هر روز او را رو در کلاس میبینم خب اولا چون هر روز خب مشخصه که یه عادت همیشگیه و باید از زمان حال ساده استفاده کنیم به جمله توجه کنیم اول آی آردیم یعنی فاعل بعدش فعل ساده هیچ تغییری توی فعل ندادیم سی بعد مفعول مفعول چیه هیم یعنی او را پس میگم من میبینم او را این مفعول این ده میشه مکان قید مکانمون هست این ده توی کلاس Every day. هر روز هر روز میشه زمانش کی میبینیم هر روز میبینیمش اینم میشه زمان پس من هر روز او را در کلاس میبینم نکته ای که اینجا وجود داره اینه که توی سوم شخص مفرد سوم شخص مفرد چیه اگه فائلمون او باشه یعنی هی یا شی یا ایت باشه به معنای آن اون موقع فعل مون باید اس یا ای اس بگیره به عنوان مثال اگه به جای آی یعنی من هی بذاریم یعنی او میگیم هی سیز مای برادر ایوری دی او میبینه نمیگیم هی سی توی زمان حال ساده اگه هی شی و ایت باشه فائل حتما باید بعدش اس یا ایس بگیره میگیم هی سیز مای برادر او هر روز برادرم را میبیند پس الان هی میشه فائل فعلمون سی هست my brother مفعوله ایوری چیه زمان قید زمانه مکان اینجا نداریم به مکان اشاره نشده خب فرمول این بود دقت کنین اگه توی فعلمون آخرش یکی از حروف این باشه Z باشه X باشه CH که چه خونده میشه SH که چه خونده میشه و یا S باشه توی سوم شخص مفرد به آخر فعلمون ES اضافه میکنیم به جای S به عنوان مثال میگم I wash my shirt on Fridays یعنی چی؟ I فائل wash فعل my, my shirt میشه مفعولمون on Fridays Friday جمعه ها خب میشه زمانمون پس میگم من میشویم my shirt پیراهنم را on Fridays جمعه ها من جمعه ها پیراهنم را میشویم خب اینجا دقت کنید فعلمون واش یعنی شستن آخرش سی اچ داره اگه به جای آی یعنی من از هی استفاده کنیم حتما باید به آخرش ای اس اضافه کنیم میگیم چی؟ he واشز هی واشز هی شرد آن پس اول فائلمون هی بعد واش چون بوده فائلمون گذاشیم هی واشز. او میشوید چی رو میشوید هی شرت که میشه مفعولمون آن فرایدیز در جمعه ها جمعه پیراهنش را میشوید خب حالا فرم خبری یا مثبتش رو یاد گرفتیم حالا اگه بخوایم اون رو منفی کنیم چیکار میکنیم یعنی بگیم مثلا من این کار رو نمیکنم اول فائل رو میاریم بعد دو یا داز رو میاریم بعد نات، بعد فعل ساده پس اول فاعل بین فاعل و فعل ساده توی حالت قبلی دقت کنید اول فاعل بود بعد فعل ساده حالا توی حالت منفی بین فاعل و فعل ساده اون چی میذاریم یا دو میذاریم یا داز بعدش نات میذاریم اگه سوم شخص مفرد باشه فائلمون یعنی هی باشه شی باشه یا اید باشه باید داز بذاریم در غیر این صورت از دو استفاده میکنیم مثال دوستان به عنوان مثال I do not speak Spanish من اسپانیایی صحبت نمی کنم اگه می بگیم صحبت می کنم باید می گفتیم I speak Spanish من اسپانیایی صحبت می کنم حالا اگه بخوام من فیش کنم این شکلی می دونات do not رو میذارم و وسطش میگم I do not speak Spanish معمولاً do not رو هم مخفف میکنم به شکل don't میگیم I don't speak Spanish من اسپانیایی صحبت نمیکنم I don't speak Spanish یا yeah, He speaks English well He speaks او صحبت میکنه English انگلیسی رو مفعول انگلیسی well به خوبی او انگلیسی رو به خوبی صحبت میکنه خب حالا اگه بخوام این رو منفی کنم میگم اولا چون هیه باید داز بذارم پس میشه does not speak دقت کنید he does not speak یا speaks باید بگیم he does not سپیک، اون موقع توی حالت منفی اون اسی که توی سوم شخص میذاریم رو حذف میکنیم دوستان پس هر وقت داز اومد دیگه اون اس و ای اس اگه داشته باشه رو لازم نداره حتما باید حذف کنیم میگیم چی؟ He does not speak English well ببینید توی بالای سپیکس بوده حالا چون داز نات آوردیم باید اسش رو برداریم He does not speak English well او انگلیسی رو خوب صحبت کنیم یا این رو هم میتونیم مخففش رو بنویسیم میگیم he doesn't speak English well he doesn't speak English English well حالا فرم سوالش اگه بخوایم سوال بپرسیم برای چیکار کنیم خب اون موقع چیکار می‌کنیم؟ یه دو یا داز میاریم قبل جمله اول جمله دو یا داز میذاریم بعدش فاعل و فعل ساده مثل خودش باقی مونه به عنوان مثال خب you speak English in the class You speak English in the class. میگه تو صحبت میکنی انگلیسی رو در کلاس. یعنی تو در کلاس انگلیسی صحبت میکنی. خب حالا اگه بخوایم این رو سوالی کنیم یه کافیه یه دونه دو بیاریم اول جمله میگیم Do you speak English in the class? Do you speak English in the class? توی کلاس انگلیسی صحبت میکنی؟ خب حالا واسه سوم شخص میگه He speaks English in the class او صحبت میکنه انگلیسی در کلاس ببینید اینجا هم اس گذاشیم حالا اگه سوالی کنیم به جای دو توی مثال بعدی دو گذاشیم توی مثال قبلی این بار باید does بذاریم does he speak بازم اس رو هست میکنیم پس هر وقت does اومد وسط باید اس یا ای اس اگه داشته باشه هست بشه میگیم does he speak english in the class آیا او در کلاس انگلیسی صحبت میکنه؟ does he speak english in the class آیا او در کلاس انگلیسی صحبت میکنه خب پس این هم فرم سوالش حالا کاربرد های زمان حال ساده کی از زمان حال ساده معمولا استفاده میشه گفتیم برای حالت هایی که یه عادت همیشگی و تکراری هست رو از زمان حال ساده استفاده میکنیم پس اولین مورد کارهایی که به صورت عادت در اومدن از زمان حال ساده استفاده میکنیم براشون به عنوان مثال I get up early every morning I get up یعنی چی؟ یعنی من بلند میشم early زود every morning هر روز حالت زمان حال ساده است من هر روز زود از خواب بلند میشم یا he smokes 20 cigarettes every day he فاعل smokes چون هی هستش آخرش اس گذاشیم smoke یعنی سیگار کشیدن کشیدن سیگار فعلش میشه چی؟ smoke میگه او میکشه 20 cigarettes 20 تا سیگار این میشه مفهول every day هر روز او هر روز 20 تا عدد سیار میکشه ببینید اینا چون هر روز انجام میشن به صورت عادت هستن از زمان حال ساده براشون استفاده کردیم مورد دوم بیان حقیقت کلی و علمی غیر قابل تغییر چیزهایی که یه فکت علمی هستن یه مطلب علمی هستن یه جمله علمی هستن رو معمولا از زمان حال ساده استفاده میکنیم چون اون مطلب دیگه همیشه هست به صورت تکراری هم توی گذشته اینجوری بوده هم زمان حال و هم توی آینده مثلا وقتی میگیم خورشید زمین به دور خورشید میچرخد خب این یه مطلبیه که هم توی گذشته اینجوری بوده هم الان و هم توی آینده هم این شکلی خواهد بود پس باید از زمان حال ساده براش استفاده کنیم مثال water freezes at zero degree میگه چی water یعنی آب freezes یخ میزنه at در zero degree توی صف درجه آب توی صف درجه چی میشه؟ یخ میزنه خب این همیشه اینجوری بوده یه فکت علمیه هم توی گذشته هم الان و هم توی آینده این شکلی پس حتما باید از زمان حال ساده براش استفاده کنیم آب در صف درجه یخ میزنه یا snow melts in spring snow melts in spring میگه برف snow یعنی برف melt یعنی زوب شدن آب شدن میگه برف آب میشه این سپرینگ توی بهار برف توی بهار آب میشه خب این هم چون یه حقیقت کلیه و همیشه این شکلی بوده بازم چیکار کردیم از زمان حال ساده براش استفاده کردیم سومین مطلب بعضی وقتها برای آینده نزدیک کاری که توی آینده نزدیک هم اتفاق میفته از زمان حال ساده استفاده میشه گفتیم حال ساده برای کارهای تکراری که همیشگی هستن خب این مهمترین کاربردشه ولی حالتی هم وجود داره که برای آینده هم میشه ازش استفاده کرد ولی توی این حال حتما باید زمان آینده توش باشه زمان رو ذکر کنیم خب به عنوان مثال He comes here tomorrow او میاد اینجا فردا او فردا به اینجا میاد درسته که زمان آینده است ولی از حال ساده استفاده شده او فردا به اینجا میاد خب یا I talk to him tonight I من صحبت میکنم کنم تو با او تنایت امشب من امشب با او صحبت میکنم. کنم خب اینم از سومین حالت چهارمین مورد تیتر روزنامه تیتر روزنامه ها بیشتر مواقع از زمان حال ساده استفاده می حتی مواقعی که اتفاقی که افتاده توی زمان حال ساده هم نیست توی گذشته هم اتفاق افتاده باز هم از زمان حال ساده استفاده می به عنوان مثال Italian Army withdraws Italian Army یعنی ارتش ایتالیا راست یعنی چی یعنی عقب نشینی میکنه ارتش ایتالیا عقب نشینی میکنه ولی خب این جمله توی گذشته اتفاق افتاده ولی باز هم چیکار کردن از زمان حال ساده استفاده کردن توی تیتر روزنامه ها همیشه از زمان حال ساده استفاده میشه خب و پنجمین مورد قیود تکرار قیود تکرار چی هستن یک سری کلمات هستن که تکرار یه چیزی رو نشون میدن خب به عنوان مثال often یعنی اغلب خب often اغلب یعنی یه چیزی تکرار به صورت مرتب تکرار میشه always یعنی همیشه always usually معمولا sometimes گاهی اوقات never هرگز ever هم به معنای هرگز هست never و ever هر دو معنی هرگز میدن generally مومن occasionally گاه گاهی seldom به ندرت rarely این هم به معنی به پس often always usually sometimes never ever generally generally occasionally occasionally seldom seldom rarely rarely خب اینا چی هستن دوستان وقتی توی یه جمله از اینا استفاده بشه معمولا بیشتر مواقع زمان فعلمون باید چی باشه حال ساده باشه وقتی توی جمله یکی از اینا وجود داشته باشه معمولا نه در صد مواقع چیه از زمان حال ساده براش استفاده میکنیم حالا اگه اینا رو داشتیم باید کجا قرار بگیرن وقتی از اینا استفاده بشه فعلمون جملهمون به این شکل اول فاعل بعد این کلمات بعد بقیه جمله پس این کلمات میان کجا بین فعل و فایل قرار میگن یعنی دومین کلمه جملهمون اینا خواهند بود مثال دوستان به عنوان مثال I often see him here ببینید often اومده کجا اومده بین فاعل و فعل اصلی یعنی سی اومده I often یعنی من اغلب see him here او را اینجا میبینم من اغلب او را اینجا میبینم often دو تلفظی هست often هم میشه دوستان هم آفن هست هم آفتن بعضی ها آفن میگن بعضی ها آفتن میگن خب یا yeah, he usually comes here on time he usually یعنی معمولا comes here میاد اینجا on time سر وقت سر موقع میاد اینجا خب I always speak English in the class من همیشه صحبت میکنم انگلیسی توی کلاس I always speak English in the class میبینید که این کلماتی که آردیم قیود تکرار توی دومین کلمه اومدن اول فائل بعد این کلمات قید تکرار بعد فعل اصلیمون اومده من همیشه در کلاس انگلیس صحبت میکنم خب دوستان عزیز این قسمت هم تمام شد امیدوارم که مفید بوده باشه براتون حتما سوال نظر انتخاب پیشنهادی دارید برامون بنویسید اگه نکته دیگه هم هست در مورد حال ساده که من اینجا بهش اشاره نکردم شما حواستون بوده یا سوال دیگه ای دارید حتما توی قسمت کامنت ها برامون بنویسید اگر فیلم براتون مفید بود و دوست دارید که دوباره فیلم های از این دست براتون تهیه بشه حتما فیلم رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید کانال رو هم سابسکرایب کنید دوستانی که سابسکرایب نکردم و زنگوله کناریش رو هم بزنید تا فیلم بعدی خدا نگهدارتون